ایران دیروز جمعه مواجهه جنگنده آمریکایی را با هواپیمای مسافربری خطوط ماهان بر فراز سوریه تعرض دانست و گفت در حال پیگیری این موضوع در مراجع بین المللی است. تهران میگوید دو جنگنده به شکل تهدیدآمیزی به این هواپیمای مسافربری نزدیک شده بودند به طوری که خلبان ناچار به کاهش ناگهانی ارتفاع پرواز و فرود اضطراری در بیروت یعنی مقصد این پرواز شده. چند مسافر این پرواز هم در پی واکنش خلبان ماهان و تغییر مسیر ناگهانی هواپیما زخمی شدند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اما در بیانیه ای حادثه روز پنجشنبه را یک مأموریت معمول هوایی جنگنده F-15 دانسته یک فروند F-15 آمریکا در جریان یک مأموریت هوایی معمول در نزدیکی مقر مشترک ترکیبی عملیات عزم راسخ در پایگاه تنف در سوریه مبادلت به بازرسی بسری استاندارد از یک هواپیمایی مسافربری خطوط ماهان با فاصله ایمن در حدود یک هزار متر از این هواپیما کرد. تهران از آمریکا به ایکاو شکایت کرده و گفته موضوع را در سازمان ملل و شورای امنیت هم مطرح خواهد کرد. ما با کشور... محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در توییتی با اشاره به ایالات متحده گفته است باید قبل از وقوع فاجعه جلوی قانون شکنان را گرفت. آمریکا به طور غیرقانونی مناطقی از یک کشور دیگر را تصرف می کند و سپس به یک پرواز مسافربری برنامه ریزی شده تعرض می کند. جان مسافران غیر نظامی بیگناه را به خطر می اندازد. آن هم به این بهانه که میخواهد از نیروهای اشغالگر خود محافظت کند. آنها با پررویی یک بیقانونی را پشت بیقانونی دیگر انجام می دهند. باید قبل از وقوع فاجعه جلوی قانون شکنان را گرفت. به دنبال بازگشت تحریم‌های آمریکا بر ایران و سیاست فشار حداکثری کاخ سفید، تحریم‌های دیگری هم بر برخی سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی افزوده شد. از جمله خطوط هواپیمایی ماهان متعلق به مؤسسه خیریه مولل موحدین کرمان و همکار نزدیک سپاه پاسداران تا زمانی که ایران به رفتار زیان بخش خود ادامه دهد کارزار فشار حداکثری ما ادامه خواهد داشت من اعلام می کنم که سه شرکت حمل نقل ایرانی که به ایران برای واردات تجهیزات مرتبط با برنامه سلاح های کشتار جمعیش کمک کردند به فهرست تحریم ها اضافه شدند موضوع استفاده از مسافران غیر نظامی به عنوان سپر انسانی برای نقل و انتقال سلاح و سرباز به مناطق جنگی مانند یمن و سوریه از جمله اتهامهایی است که نام این خطوط هوایی را در فهرست سیاه شماری از کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، فرانسه و آلمان هم قرار داده. خطوط هوایی ماهان تجهیزات و افرادی را به کشورهایی در خاور میانه منتقل می کند که در شرایط جنگی قرار دارند. به ویژه به سوریه همواره گفته ایم که اقدامهای بیثبات کننده حکومت ایران در این منطقه در کنار برنامه موشک بالستیکش قابل قبول نیست. به دنبال افزایش همکاری های تجاری و سیاسی ایران و ونزوئلا، واشنگتن دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا را متهم به ارائه شمش طلا ایران در برابر سوخت و تجهیزات پالایشگاهی کرد. آنچه واشنگتن ادعا می کند توسط هواپیمای ماهان جابجا جا می شود. این موضوع واکنش خوان گوایدو رقیب سیاسی نیکولاس مادورو که کشورهای اروپایی و آمریکا از به قدرت رسیدن او به جای آقای مادورو حمایت می را برانگیخت. آنطور که متوجه شده هم خطوط هوایی ماهان به دلیل انتقال سربازان به سوریه تحریم شده است. این اطلاعاتی است که تا کنون به دست ما رسیده ما بررسی خواهیم کرد که چه کسی این بودجه را تعمین می کند چون اگر دولت مادورو باشد من تردید دارم روابط تجاری زیادی بین ایران و کاراکاس وجود داشته باشد واقعا شک دارم این یک ارزیابی مقدماتی است ما باید با جزئیات آن را بررسی کنیم و باید ببینیم پرواز خالی است پروتکل چیست دلیل این پرواز چیست و این اطلاعات را دریافت خواهیم کرد انتقال سلاح و محموله های نظامی به مناطق درگیری توسط این خطوط هواپیمایی چند ماه پیش در شبکه های اجتماعی فارسی زبان هم سر و صدای زیادی به پا کرد اواخر خرداد امسال باشگاه خبرنگاران خاطره ای را از یکی از خلبانان این خطوط هوایی منتشر کرد که بسیاری از رسانه های داخلی هم آن را بازنشر کردند خرداد سال 92 قرار بود با 7 تن بار ممنوعه به سمت دمشق پرواز کنیم علاوه بر بار تقریبا دویست مسافر هم داشتیم که حاج قاسم یکیشان بود حاجی مرا از نزدیک و به اسم می شناخت یک روز پس از انتشار این گفتگو هواپیمای ماهان این سخنان را تکذیب کرد و آن را بهانه دیگر برای متهم کردن این شرکت هواپیمایی به دست داشتن در قاچاق سلاح دانسته بود تنشای بین تهران و واشنگتن از حدود دو سال پیش با خروج ایالات متحده از برجام توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شدت گرفته است. در ماهای اخیر ایالات متحده با تهیه پیشنویس قدنامه‌ای به دنبال تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل است. واشنگتن می‌گوید با لغو این تحریم‌ها در مهر ماه امسال دیگر دشوار بتوان از انتقال سلاح ایران به کشورهایی مانند یمن و سوریه جلوگیری کرد. ناز آفرینه میرزا خلیلی رادیو فردا